هنوز اونقدر پیشرفت نکردیم که بتونیم خودمون بریم به سیارات دیگه، اما غلامای حلقه به گوشی ساختیم که حاضرن به جای ما این کار خطرناکو انجام بدن. میفرستیمشون به محیط خشن این سیارات، بعدش میشن چشم و گوش و دست ما تو این دنیاهای ناشناخته. امروز میخوام به مناسبت دهمین سالگرد فرود کاوشگر کیوریاسیتی یا کنجکاوی رو سطح مریخ ببینیم چه قابلیتایی داره، چطور از زمین رفته به مریخ، اونجا داره دنبال چی میگرده و اینکه تا حالا چی تونسته پیدا کنه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخنورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. مأموریت اصلی اسمش آزمایشگاه علوم مریخه یا MSL. پس کاوشگر کنجکاوی در واقع یکی از بخشای اصلی همین مأموریت MSL محسوب میشه. در کل ابزارهایی که برای اکتشاف میفرستیم به مریخ سه تا نوع مختلفن. بعضیاشون فقط دور سیاره میچرخن و عکسبرداری میکنن و با زمین در ارتباطن. به اینا میگن اوربیتر یا مدارگرد. بعضی دیگه میتونن رو سطح مریخ فرود بیان. به اینا میگن لندر که تو مدت فرودشون اتمسفر مریخ رو آزمایش میکنن. وقتی هم که به سطح میرسن خاک و سنگ و اینا رو بررسی میکنن. گروه سوم قابلیت‌های خیلی بیشتری دارن. میتونن رو سطح سیاره حرکت کنن و جاهای مختلف رو آزمایش کنن که به اینا میگن کاوشگر یا روور. قبلا هم کاوشگرهای دیگه به مریخ فرستاده شدن. اپورتونیتی و سپریت دوتا کاوشگر شبیه هم بودن که سال 2004 رفتن به مریخ. کنجکاوی آخرین کاوشگر هم نبوده، چون سال 2020 پرسویرنس یا استقامت به سمت مریخ پرتاب شد که شباهت زیادی به کنجکاوی داره. اما این کاوشگر چطور تونست از زمین برسه به مریخ؟ وسیله پرتابش راکت اطلس 5 بود که 26 نوامبر 2011 از فلوریدا پرتاب شد. 5 آگوست 2012 یعنی بیشتر از 8 ماه بعد رو سطح مریخ فرود اومد. تقریباً به اندازه یه اتومبیل، وزنش هم حدود 900 کیلوه. انرژی مورد نیازش هم از یه جور باتری هسته‌ای به دست میاد. برای فرودش حدود 60 محل مختلف رو سطح مریخ انتخاب کردن که بعد از 5 سال بررسی یکی از گودال‌ها به نام گودال گیل برای فرودش انتخاب شد. دلیل انتخابش این بود که بررسی‌های قبلی نشون میداد داخل این گودال خاک و رسوباتی وجود داره که به احتمال زیاد در حضور آب شکل گرفتن. پس شانس پیدا کردن نشونه‌هایی از زندگی میکروبی تو این ناحیه بالاتر بود. اینجا نقطه شروع سفرهای علمی این آزمایشگاه سیار بود. اما هر مأموریتی یه هدفی داره. مأموریت MSL 4 تا هدف اصلی داشت. اولیش این بود که بفهمه تو زمانهای گذشته زندگی رو مریخ وجود داشته یا نه. کاوشگرهای قبلی شواهد خوبی پیدا کرده بودن که نشون میداد رو سطح مریخ یه زمانی آب مایع جریان داشته. اما آب فقط یکی از شرایط لازم برای زندگیه. کنجکاوی دنبال این بود که شرایط دیگه هم بررسی کنه. بعضی از عناصر تقریبا تو بدن تمام موجودات زنده رو زمین وجود دارن، مثل کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر، گوگرد. وقتی که تو یه بخشی از محیط مقدار این عناصر خیلی شدید و ناگهانی بالا میره، احتمال اینکه قبلا تو اون قسمت‌ها موجودات زنده وجود داشتن خیلی بیشتر میشه. این کاوشگر با ابزارهای مختلفش که جلوتر توضیح میدم، سعی میکنه هم اتمسفر مریخ رو آزمایش کنه هم خاکشو. هدف دومش این بود که ویژگی‌های آب و هوایی مریخ رو بررسی کنه. اگه مشخص بشه که اتمسفر مریخ قبلاً ضخیم‌تر و مرطوب‌تر بوده، شاید بشه گفت زندگی میکروبی هم رو سطحش وجود داشته. یکی از بهترین کارهایی که کنجکاوی میتونه برای فهمیدن آب و هوای گذشته مریخ انجام بده، اینه که لایه‌های مختلف سنگ و خاک رو بررسی کنه. با تجزیه تحلیل این لایه‌ها میتونیم متوجه بشیم که تو زمان‌های گذشته چی به سر این سیاره اومده.
هدف سومش بررسی ویژگی‌های ژئولوژی یا زمین‌شناسی مریخ بود. این کارم با آزمایش لایه‌های سنگ و خاک انجام می‌شد. چون تاریخچه مریخ داخل این لایه‌ها ثبت شده. مخصوصاً تمرکزش رو سنگایی که در حضور آب شکل گرفتن. آخرین هدفش هم بررسی شرایط برای حضور انسان رو سطح این سیاره بود. هرچقدر پرتوهای خطرناکی که رو مریخ وجود داره رو بهتر بشناسیم، بهتر میتونیم از بدن خودمون در مقابل این پرتوها محافظت کنیم. از طرفی هم فرود آوردن تجهیزات بزرگ و سنگین کاوشگر کنجکاوی یه تمرین موفقیت آمیز بود برای ماموریت‌های آینده. ماموریت‌هایی که قراره باعث فرود انسان رو سطح این سیاره بشن. خب اهدافش رو فهمیدیم. حالا ببینیم برای انجام دهنده این ماموریت یعنی کاوشگر کنجکاوی چه امکاناتی در نظر گرفته بودن. با دوربینا شروع می‌کنم. کنجکاوی کلاً 17 تا دوربین مختلف داره برای کارهای مختلف. اینجا رو دکلش دو تا دوربین داره به نام دوربین‌های دکل که عکس‌ها و فیلم‌های رنگی از سطح مریخ ضبط می‌کنه. بعدش با کامپیوتر این عکس‌ها رو به هم می‌چسبونن تا تصاویر بزرگتری به دست بیاد. رو همین دکل 4 تا دوربین سیاه و سفید هم داریم به نام دوربین‌های هدایت که برای کنترل حرکت کاوشگر استفاده میشن. رو بازوی روباتیکش یه دوربین مخصوص تصویربرداری از فاصله نزدیک وجود داره که نقش ذره‌بین زمین‌شناسا رو بازی می‌کنه. با زوم کردن رو سنگای مریخی عکس‌ها و فیلم‌های تهیه می‌کنه که برای تشخیص بافت و مواد سازنده این سنگا خیلی مفیدن. بعدش دوربین‌های اجتناب از خطر رو داریم. 4 تا جلو، 4 تا عقب. اینا وظیفه‌شون اینه که اطراف کاوشگر و محل حرکت چرخا رو بررسی کنن که خطری وجود نداشته باشه. مثلا با صخره‌ای برخورد نکنه. یه دوربینم زیرش گذاشتن به نام تصویربردار فرود مریخ که موقع فرود کاوشگر از منطقه زیرش فیلم برداری کرده. آخرین دوربینش هم توی مجموعه جالب از ابزارها قرار گرفته به نام شیمی و دوربین که کارش اینه که اول با لیزر یه قسمتی از سنگی که میخواد بررسی کنه رو تبخیر میکنه، بعدش با همین دوربین و یه دونه تیف سنج این بخار رو بررسی میکنه تا مواد سازندش رو پیدا کنه. پس این شد کل دوربینای این کاوشگر. اما یه سوالی که احتمالاً برای خیلی از شما پیش اومده اینه که این عکسای سلفی رو چطور از خودش گرفته؟ بین تمام دوربینایی که توضیح دادم فقط یکیشون رو بازوش نصب شده که تمام عکسای سلفی با استفاده از همین بوده. اما این دوربین مخصوص عکسبرداری از فاصله نزدیکه. برای همین وقتی میچرخوندش سمت خودش فقط یه محدوده خیلی کوچیکی رو عکس میگیره. برای حل این مشکل یه تعداد خیلی زیادی عکس از زاویه‌های مختلف از خودش میگیره، بعد اینا رو با کامپیوتر میچسبونن به هم که در نهایت تبدیل میشه به یه تصویر کامل. به خاطر همینه که تو این سلفی ها بازویی که باهاش عکس گرفته دیده نمیشه، چون ترکیبی از یه تعداد زیادی عکسای کوچیک‌ترن. حتی بعضی وقتا تصاویر سلفی رو با عکسای دوربین دکلش ترکیب میکنن که باعث میشه علاوه بر خود کاوشگر یه بخش بزرگی از محیط اطرافش هم تو عکس دیده بشه. ابزارهای بعدی که خیلی هم مهمن سنسورها یا حسگرها هستن. یه مجموعه از سنسورها رو دکلش نصب شده که کارش اندازه‌گیری ویژگی‌های محیطیه. مثل دمای سطحش، رطوبت و فشار و دمای هواش یا پرتوهای فرابنفشی که از خورشید میان. اینا باعث میشه که گزارش‌های روزانه و فصلی از آب و هوای مریخ به دست بیاریم. دو تا از سنسوراش هم توسط اسپانسر خوبمون شرکت فیوتک ساخته شدن. اولیش یه سنسور چند محوره برودتیه که داخل بازو قرار گرفته. وظیفه‌اش اینه که وقتی این بازو داره حرکت میکنه مقدار پیچ خوردگی و نیرویی که بهش اعمال میشه رو اندازه‌گیری کنه. دومیش یه سنسور برودتیه برای سلول بار که انتهای بازوی کنجکاوی نصب شده. اینجا یه مته برای سوراخ کردن سنگای مریخی وجود داره که پودر سنگی که به دست میاد و بر میداره به عنوان نمونه آزمایش. ساختن سنسورهای با دوام برای شرایط محیطی خیلی سخت یکی از توانایی‌های اصلی فیوتک محسوب میشه.
همین قابلیت اطمینان بالا باعث شده که شرکت‌هایی مثل ناسا تو این پروژه‌های بزرگ و پرهزینه به فیوتک اعتماد کامل داشته باشن. چند نوع تیف‌سنج مختلف هم روی این کاوشگر سوار شده. یکیش همونه که تو مجموعه کم‌کم قرار گرفته که همراه با لیزر کار می‌کنه. یکی دیگه‌اش تیف‌سنج پرتوی ایکسه که نوک بازوش نصب شده. این ابزار پرتوهای ایکس و ذرات آلفا رو میتابونه به یه سنگ، بعدش بازتاب این پرتوها رو بررسی میکنه تا مواد سازنده اون سنگ مشخص بشه. یه ابزار دیگه هم داره به نام SAM که دنبال مولکولای ارگانیک یا ترکیبات کربن میگرده. برای بررسی پرتوهای سطح مریخ هم یه دیتکتور داره به نام RAD که پرتوهای پر انرژی مثل گاما رو اندازه گیری میکنه. یکی دیگه‌ش هم ابزار DAN که پالسایی از نوترون میفرسته به اعماق مریخ تا ببینه آبی زیر سطحش هست یا نه. اما کنجکاوی چطور با زمین ارتباط برقرار میکنه؟ ناسا یه شبکه بین المللی از آنتن‌ها داره به نام DSN که ازش برای ارتباط با ماموریت‌های فضایی مختلف استفاده میکنه. این شبکه از 3 تا گروه تشکیل شده که یکیش کالیفرنیاست، یکیش اسپانیا، سومی هم استرالیا. کنجکاوی هم خودش 3 تا آنتن مختلف داره که از امواج رادیویی با فرکانس‌های مختلف استفاده می‌کنن. یعنی عکس، فیلم، اطلاعات حسگرها یا تمام چیزهای دیگه اول تبدیل میشن به امواج رادیویی، بعد ارسال میشن به زمین، بعدش اونجا دوباره تبدیل میشن به عکس و فیلم و چیزهای دیگه. دستوراتی هم که از زمین ارسال میشن به مریخ از طریق همین امواج رادیوییه. یعنی دانشمندا از روی زمین کنترل میکنن که این کاوشگر کجا بره و چیکار بکنه. آنتن اصلی که برای ارسال اطلاعات به زمین استفاده میشه آنتن UHFه. اول امواج رو میفرسته به مدارگردهایی که دور مریخ میچرخن، بعد اونا تقویتش میکنن و میفرستن به سمت زمین. دومی یه آنتن پرقدرته که هم میتونه اطلاعات رو مستقیما به زمین ارسال کنه هم دریافت کنه. سومی هم یه آنتن کم قدرته که اینم میتونه برای ارسال یا دریافت اطلاعات استفاده بشه. به عنوان آخرین بخش ویدیو میخوام ببینیم نتیجه کار این کاوشگر چی بوده. همون زمانهای ابتدایی بعد از فرودش سنگای گرد و صافی پیدا کرد که شباهت زیادی به سنگریزه‌های کف رودخونه داشتن. یه مدت بعد اطلاعاتی که از آزمایش سنگ و خاک اون ناحیه به دست آورده بود به زمین ارسال کرد. وقتی دانشمندا روی این داده‌ها کار کردن، مشخص شد که تا عمق 300 متری چیزی که الان به صورت سنگ در اومده قبلا گل کف دریاچه بوده. یعنی یه سری دریاچه‌های کم عمق برای میلیون‌ها سال تو این گودال وجود داشتن. پس شواهد وجود آب رو سطح مریخ تو زمانهای خیلی قدیم بازم تقویت شد. با سوراخ کردن سنگا و بررسی پودرشون معلوم شد خیلی از عناصر ضروری برای حیات داخلشون هست. یعنی گوگرد، نیتروژن، اکسیژن، فسفر، کربن. اما نمک زیادی وجود نداشت که این نشون میداد آبی که قبلا اینجا بوده آب شوری نبوده. پودر یکی از سنگا رو که بررسی کردن یه اثراتی از مولکولای ارگانیک هم پیدا شد. مولکولایی که از ترکیب کربن و هیدروژن و عناصر دیگه ساخته میشن. این مولکولا با اینکه تو بدن موجودات زنده زیادن اما نمیتونن یه دلیل 100% برای وجود زندگی رو مریخ باشن. چون ممکنه به صورت طبیعی ایجاد شده باشن یا حتی از طریق شهاب سنگا وارد این سیاره شده باشن. تو ماه‌های بعدی هم مقدار زیادی متان داخل هوای مریخ پیدا شد که یه مدت افزایش پیدا کرد، بعدش دوباره برگشت به حالت قبل. اما معلوم نشد که این تغییر ناگهانی نتیجه فعالیت موجودات زنده میکروبی بوده یا اینکه بر اثر واکنش‌های طبیعی به وجود اومده. مورد دیگه‌ای که کنجکاوی پیدا کرد تابش‌هایی بود که برای سلامتی انسان خطر جدی دارن. یکیش پرتوهای کیهانی کهکشانی بود که ذراتی هستند که بر اثر انفجارهای سوپرنوا منتشر میشن. یکیش هم ذرات پر انرژی خورشید بود. برای همین اگه انسان بخواد در آینده به مریخ سفر کنه حتما باید یه فکری به حال این دوتا پرتوی خطرناک بکنه. یه مورد دیگه هم که پیدا کرد این بود که مریخ قبلا اتمسفر خیلی ضخیم تری داشته
که عناصری مثل هیدروژن و کربن و آرگون توش زیاد بوده. اما به دلایلی که هنوز خیلی مشخص نیست، بیشتر آب و بیشتر اتمسفرش رو از دست داده. تو فضا پراکنده شده. الان بعد از زمین خودمون بیشترین اطلاعات رو از مریخ داریم. اما گذشته این سیاره سرخ خیلی مرموزه. وقتی به این عکس‌ها و فیلم‌ها نگاه می‌کنیم یه سیاره مرده می‌بینیم. چیزی که کاوشگرای مختلف از جمله کنجکاوی متوجه شدن این بوده که مریخ قبلا اینجوری نبوده. یعنی چه بلایی سرش اومده که این شکلی شده؟ خورشید عامل مرگ این سیاره بوده یا خودش از درون مرده؟ یا اونجوری که بعضیا میگن مریخی‌ها درگیر یه جنگ هسته‌ای وحشتناک شدن که در نهایت باعث نابودی سیارهشون شده. حتما نظرتون رو برام بنویسید.